بچه ها من داشتم میرفتم با یه دوستی آشنا، با یه آقای آشنا شدم. کی هستو؟ اینگوشاخت. اینگوشاخت کوهر کمستو؟ از دویچلند، از هایده. از هایده. نا دویچلند. ایش مشته سو فراغن. یا یا. یا، کوهر کمستو دویچلند و دان. از هایده، از 100 کلومتر نردش هم بود. بچه ها میدونی چرا من اومدم از شبه در این نام فرگسن آبا اینگوشاخت. خب با اینگو که آشنا شدم میدونیم برای چی. ظاهرش رو نگاه کنی خیلی جالبه. کنسو بیشه ببیندیش ببیندین او خیلی قشنگ خیلی خوب. بعد من الان گفتم که اینگو میتونم با شما یه عکس بگیرم یه فیلمی بگیرم؟ گفت باشه. گفتم ببینید جدا از جنسیتش اونجور که دوست داره لباس پوشیده و این خیلی قشنگه. یه سوالای خیلی جالبی از این اینگو کردم. بذارید اینگو هست واس واس تو خون بگو پروگرامر. ich bin programmierer. پروگرامر برنامه نویس الکترونیک دیتا انترچنج. در رابطه با زمینه‌های الکترونیک. wie viel hast du kleidung? frauenkleidung. ja, ich habe über 200 kleider und röcke und tops und sowas, die rechne ich gar nicht mit. بچه میگه در بالای 200 لباس زنونه داره و چقدرم قشنگ کفش زنونه و اینها خیلی قشنگم که وقتی میره عالیه. زگود ایشب میش زگ فروید دیش کنن سلرنه زگود. خب بچه های مقدارم خواهم در رابطه با اینگو یه توضیحاتی بدم. خب اول اینگو رو نشون بدم. اینگو تا 30 سالگیش Ich spreche ich sage auf Persisch, okay? Ja, ja. Darum bin ich ausgegangen. okay, بچه تا 30 سالگی اینگو یعنی از بچگی این کراوس درسینگ یا لباس چیز رو پوشیدن رو که مثل زنها بپوشه. البته اینگو گی نیست و هموسکسوئل نیست و نمیخوادم ترانس هم نیست. میگه من بیشتر مرد هستم و گرایش من هم فقط به زن هاست و این مسئله رو از کوچیکی داشتم ولی 30 سال پنهانش میکردم تا اینکه بعد از 30 سال دیگه جریاناتش رو تعریف میکنه که من حالا براتون در واقع نمیتونم اینجا تعریف کنم. اینجوری بهتره. خب منو برای گفتم که تا 30 سالگی مخفی کرده بود. یواش یواش توی اتفاقاتی که تو زندگیش میفته باعث میشه که این رو قشنگ با دوستاش به دوستاش یواش یواش توی مجامع دوستاش این لباس ها رو بپوشه و بعد از 30 سالگی به بعد دیگه تصمیم میگیره که لباس زنانه رو بپوشه و خودش رو اینجوری پرزنت بکنه. Du bist auch hochgebildet, تحصیلاتش خیلی بالاست. پدرش دکتر بوده، دکتر کودکان بوده. خواهرش اینا دو تا خواهر داره، مادرش هم was war von beruft deine Mutter oder? Meine Mutter Arzthelferin. Arzthelferin. Also. مادرش هم توی کمک پزشک بوده. به هر حال خانواده بسیار بسیار تحصیل کرده و ثروتمند. بچه اومدم یه ذره اینجا براتون ترجمه کنم که حداقل در جریان باشید. رضا پرسید که چطور توی مدت این همه سال به خاطر یه همچین لباس پوشیدنی تو حاضر شدی که این همه فشارها رو تحمل بکنی و به قول معروف پیش رو به تنت بمالی. آیا نمیتونستی این کار رو نکنی و خب مثلا یه مرد باشی؟ که اینم داره توضیح میده که من همین مسئله که سالها در خونه این کار رو داشتم 30 سال من مثلا پنهان کرده بودم و بعد موقع تنهایی خودم اینجور دوست داشتم لباس میپوشیدم. بعد یواش یواش اومدم با ارتباطاتی که با دوستام که به من گفتن باشه این کار رو بکن انجام دادم و میرفتم شاپینگ این کار رو میکردم یا تو بین مجامع دوستان و بعد یواش یواش توی کار هم اول خیلی تحت فشار بود، توی محل کارش هم اول خیلی تحت فشار بود، اون رئیسش که بود اجازه نمیداد و فلان و اینها و بعد این خودشو خیلی سرکوب کرده بود. الان داره باز رو صحبت میکنن ولی بعدن رئیس دیگرش که اومد گفتش که نه تو اون کار اون لباسی رو بپوش که
دوست داری و اون لباست برای یعنی یه بخشی از شخصیتته و میگه که خب حدود سال 2014 رئیس من گفتش که من میتونم با همین لباس برم. کارش هم خیلی بالاست، درآمدش هم بالاست، نزدیک 5000 اورو فقط الان، با وجود این که به خاطر دپرسیون و خیلی فشارهای خیلی مختلفی که تو زندگیش داشته و این با این حال حقوق بازنشستگی از دو جاش 5000 اورو دستش میاد، ولی به هر حال در دپرسیون بخواد داری. از نکات خیلی جالبی که تعریف کرد این بود که 15 سال با یک زنی زندگی کرده و زنی که با همدیگه رابطه عاشقانه داشتن، ولی زنه این زن که دوست دخترش بوده و 15 سال با هم زندگی کردن حتی اجازه نمیداد که اینو ببوسه و این مسئله رو داشتش که چون در آلمان این مسئله در اروپا فکر میکنم حالا آلمانو که من خودم خیلی دیدم که از این که تماس بدنی کسی با اونها بگیره خیلی میترسن و این 15 سال با یه زنی زندگی میکنه و حتی هیچ حتی در حد بوسیدن باهاش ارتباط نداشته، بعد از 15 سال دیگه میگه نمیتونم دیگه تحمل کنم، چون وقتی که به یه کسی هم متحدم حتی نمیرم با کس دیگه ارتباط داشته باشم. و این یکی از چیزهای خیلی جالب بود که تعریف کرد که واقعا عجیب. بچه ها چون اینگو میخواد بره و داره ما رو دعوت میکنه، اینگو دو لادس اونس ای؟ یا کلاه وی فیل کلاه، خیلی لباس های خیلی قشنگی داره، میگه بیاید اونجا ببینید. اوکی احمد گیستو میت یا احمد خیلی خوب برخورد کرد، احمد خیلی قشنگ صحبت کرد با چیز با اینگو و فوزیه. تو هم راضی بودی از آشنایی با اینگو؟ خیلی خوب بود برای فوزیه. رضام که رفت الان تو آشپزخونه، اشکال نداره. ویر فروین ویر هبن اونس زه که فروید دست تو اونس که کومن اش کومن تو دیر یه چیز بیا من بیام اینجا برای اینگو ویر کومن تو دیر یا گرنه دارم زیگود زیگود دنکه. بچه ما هم دیگه فعلا میریم تا بعد که دیگه خداحافظی بکنیم، چون بچه ها دیگه دارن میرن و ما بعد من تمام جزئیاتو به اطلاع شماها بعدم میرسونم. خداحافظی میکنیم دفعه دیگه خونه اینگو. بچه ها یه چیز خیلی جالبی که تعریف کرد خیلی خوب زهگود همش هم آب میخوره، خیلی خوبه. بچه ها گفتش که من قبلا ضد فیلم بودم، ضد فیلم گرفتن، ضد عکس گرفتن. از موقعی که من این لباس و اینا رو دارم به خاطر این که میخوام به همه نشون بدم که اشکومت سو دیر به خاطر این که نشون بدم که من یک فردی هستم که یک فرایندلیش هستم، دوستانه هستم، خوب هستم، با همه مردم به مردم برداشت خوبی بدم، همه رو گذاشتم هر چقدر راحت از من فیلم بگیرن بدون این که ازش بپرسم فیلم ها رو انتشار بدن. میگه ولی چی نمیفهمم، ولی خب میفهم. قشنگ خیلی خوبه بچه، خیلی دوستای خوبی شدیم، بی نهایت جالب. اصو I love you تو رو نشون دادیم به اینگو. I love you اصو حد دیر گذاک I love you دو هست اوخ گلیزه زه بود. کنسو دویچ انگلیش زاگه کنسو انگلیش I love you or what do you want me to say in English? My English is quite good. Oh. دوست سنگاپوری هم داره، یه دوست سنگاپوری که باش دو هستن. You have from Singapore. Yeah, I have a girlfriend from the Philippines and Philippine. She is at the moment living in Singapore. Singapore. I hope I can fetch her in June to come living together with me. و میاد اینجا دوست سنگاپوریش هم که داستان اونم خیلی خاصه ما برای شما تعریف خواهیم کرد. ولی حالا جالب اینجاست که ما بذار سری قبل از اینکه اینگو بره بچه ها ما قرار بعدی رو بذاریم به اتفاق خونه اینگو. ویر کومن تو دیر بچه ها منو با اینگو اومدیم، من میخوام برسونمش تا ایسا.
دانشگاه خیلی روز خوبی رو داشتیم، خیلی خوب و چقدر چیزای جالبی. آخر سرم من از بچه ها پرسیدم در حضور از بچه ها پرسیدم دست وار کوته گذرشت یان فراگه آره، و واقعا بچه ها و از بچه ها هم از حضور پرسیدم از احمد که خیلی عالی بیا اتوبوسش داره تا اتوبوس که بخواد من اینو میذارمش. اوکی اتوبوسش اومد. اوکی زگو من که بوسیدمش، بذارید بره. بودو بودو چیز به به خیلی عالی. جمع خیلی خوبی رو داشتیم، واقعا خیلی صمیمانه، خیلی خوب. و این برنامه ها میتونه خیلی مفید باشه برای اینکه ما دیگر اندیش ها، دیگر باش ها، افرادی که متفاوت از ما هستن رو همونطوری که هستن بپذیریم. و تازه وقتی که اونا رو میپذیریم میان تو جمعمون، تازه میبینیم چه گنجی هستن. انقدر که این مرد اینفورمیشن داشت، انقدر که حتی ما لباسشو فراموش کرده بود. خیلی جالب بود، واقعا من خوشحال شدم از آشنایی با این مرد و جدن 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 سرمایه برای همه ما. یه خونه خیلی بزرگی داره، ما رو دعوت کرده، چه زندگی داره و متفاوت از این چیز و چه دوستان خوب. و من مطمئنم ما هم برای افسردگیش و ادامه تراپی های زندگیش بسیار بسیار مفید خواهیم بود. خیلی جالب که میخوام بگم، من آخر حالا که رفت خیلی جالب بود و من از بچه ها پرسیدم در حضورش، البته گفت کاش، یعنی اگر مثلا نباید جلوی اینا میپرسیدی، گفتم نه من جلوی خودت میپرسم. بعد گفتم که رضا تو آیا حاضری که با اینگو توی خیابون بری به دوستات معرفی کنی و توی مجامع خودت بری؟ رضا گفتش که سکوت کرد و این سکوتش خیلی برای چیز مهم بود. و گفتم خب تو باید برداشتا رو ببینی، بازتاب ها رو ببینی. منم دارم میرم خونه برمیگردم. بعدش سکوت کرد ولی گفت من باید فکر کنم. احمد برگشت گفت من تو همه جا، تو همه مهمونیام، تو همه جا میتونم ببرمش به راحتی. و فوزی هم گفت آره. دور همی امروز نه فقط یک دور همی دوستانه بود، بلکه واقعا یک نیشه گفتش که یک رویارویی چندین تفکر، چندین اندیشه، چندین ملیت و چندین تجربه با هم بود. و انقدر در این 3 ساعتی که ما با هم نشست داشتیم موضوع صحبت ها جالب بود که واقعا من شخصا خودم نمیخواستم یعنی دقایقی رو از دست بدم و خواستم هم تا آخرین لحظه با اینگو باشم، چون واقعا شخصیت خیلی خیلی مثبت و خوبی بود و بسیار بسیار هم متواضع و واقعا روشن فکر. خیلی لذت بردم، امیدوارم که رابطه‌مون ادامه داشته باشه. حالا میام به دستاورد. در مجموع این دوره همی واقعا قشنگ بود، خیلی خوب بود، خیلی پربار، اصلا با کمترین هزینه، اصلا کافه هم حتی نخورد، نمیتونم سیگار نکشید یا یه آب میخورد و میوه و به هر حال حالا کیک هم خورد و اینا، کار ندارم. ولی کاملا بی آزار، کاملا تو رابطه اجتماعی با احترام و کاملا جالب و اصلا طوری که من با عشق و علاقه حتی بردمش، رسوندمش. و بعد ما رو دعوت کرد و گفت من دعوت میکنم. بعد گفتم که خب حالا، گفت نه دعوت نه برای غذا اینا باشه، که وقتمون برای غذا و اصلا پرداخت به غذا نباشه، که خب و از خودش ما رو دعوت کرد و این خیلی مهمه به عنوان آلمانی و خیلی خیلی خوب.